باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که وضعیت سیاسی آشفته در ایران ممکن است سبب تأخیر در تصمیم گیری ایران درباره یک معامله سوخت هسته‌ای با میانجیگری سازمان ملل متحد شده باشد. اوباما در گفتگو با رویترز گفت که ایالات متحده پیشرفت خوبی به سوی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان داشته است. می گفت اما این زمان دارد و بخشی از چالشی که ما پیش رو داریم این است که به نظر می رسد نه کره شمالی و نه ایران هیچ کدام به اندازه کافی از لحاظ سیاسی آرام نیستند تا درباره این مسئله بتوانند سریع تصمیم گیری کنند. اوباما معامله سوخت هسته‌ای که در جریان مذاکرات میان ایران، روسیه، فرانسه و ایالات متحده در وین در ماه گذشته تنظیم شد را یک پیشنهاد منصفانه نامید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بودن به نفع ایران نیست و پنهانکاری تهران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور به واشنگتن دلایل بسیار برای نگران بودن داده است. کلینتون در گفتگوی تلویزیونی با شبکه دولتی PBS در جریان دیدار از برلین همچنین گفت که آمریکا می‌خواهد رابطه‌ای مدنی و دیپلماتیک با ایران داشته باشد و پرزیدنت باراک اوباما این پیام را به رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای داده است. وی تأکید کرد اوباما دست به اقدامات بزرگی برای تعامل با ایران زده است، از جمله فرستادن پیام‌های خصوصی برای رهبر ایران. وی هشدار داد اگر آنها نتوانند بر عدم اعتماد و پویایی سیاست داخلی خود فائق آیند، ما مجبوریم کاری را انجام دهیم که فکر می‌کنیم بیشترین نفع را برای ما دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز طی سخنرانی خود در کنفرانس فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی در واشنگتن از محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی خواست مذاکرات صلح را فوراً و بدون شرط آغاز کند. نتانیاهو گفت به باور من زمانی برای ائتلاف وجود ندارد. من امروز به محمود عباس میگویم بیایید این فرصت را غنیمت شمرده تا به یک توافق تاریخی برسیم. بیایید مذاکرات را فوراً شروع کنیم. نتانیاهو سپس حمایت خود را از تشکیل دو کشور همجوار اسرائیل و فلسطین به عنوان راه حل مسائل بین دو کشور در خاورمیانه ابراز داشت. وی گفت هدف من این است که در اسرع وقت یک توافقنامه صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطینیان به دست آورم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اواخر دیروز در مذاکراتی پشت درهای بسته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شرکت کرد. این مذاکرات در زمانی صورت می‌گیرد که نشانه‌هایی از اختلاف در فرآیند صلح خاورمیانه بروز کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید بعد از جلسه‌ای که 1 ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید صادر شد آمده است که دو رهبر درباره اینکه چگونه به سوی صلح خاورمیانه حرکت کنند رایزنی و همچنین درباره ایران و مسائل امنیتی صحبت کردند. اوباما همچنین از جانب واشنگتن تعهد پابرجا نسبت به امنیت اسرائیل را بار دیگر مورد تاکید قرار داد. مارک کرک نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا دیروز از پرزیدنت باراک اوباما خواست تا در واکنش به امتناع ایران از پذیرش توافق سوخت هسته‌ای که با میانجیگری سازمان ملل متحد ارائه شده است، ائتلافی بین‌المللی برای جلوگیری از رسیدن بنزین به ایران تشکیل دهد. کرک در مصاحبه مطبوعاتی گفت زمان آن رسیده است که دولت اوباما این را تشخیص داد که مذاکره با ایران در غیاب تحریم‌های مؤثر شکست خورده است. وی گفت برای موفقیت دیپلماسی باید مشقت اقتصادی ایران را به سر میز مذاکره بیاورد. ایران هنوز پاسخی رسمی به پیشنویس پیشنهادی این توافقنامه نداده است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com